ارتباط با جناب آقای دکتر علی سعدوندی عزیز برقرار شده که خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. ممنونم. خب آقای دکتر اگه موافق باشین حالا من کمتر بپرسم، تو این وقت باقی مونده از فرمایشات شما بیشتر استفاده کنیم. چشمانداز اقتصاد و بازار سرمایه‌مون رو تا پایان سال چطور می‌بینید؟ آیا ما به یه ثبات نسبی در شرایط اقتصادی رسیدیم که بتونیم یه چشماندازی داشته باشیم از دلار، از تورم، از اقتصاد و بازار سرمایه؟ بله، تا حدودی ما کم کم داره نااطمینانی ها از بین میره در اقتصاد. یکی از مهمترین نااطمینانی هایی که الان داریم نااطمینانی سیاسی هست. بالاخره و هر وقت دولت تغییر میکنه در هر کشوری که انتخابات آزاد دارن، وقتی که دولت تغییر میکنه نااطمینانی موجب میشه که بازارها یک مقداری به رکود بروند. این برای کشور ما طبیعی هست. تا آخر این ماه این نااطمینانی حل خواهد شد. به هر حال این نکته اولی هست که باید بهش دقت کنیم. البته باز هم 2 ماه طول میکشه تا دولت جدید مستقر بشه و بعد انتصابهای جدید داریم، یعنی 3-4 ماهی این فرایند ادامه پیدا خواهد کرد. خب مردم هم کاملا و سرمایه گذاران کاملا به این مسئله وقوف دارن. نکته دیگری که اتفاق افتاده این هست که بحث برجام یک مقداری به تعویق افتاده، یعنی الان هنوز به نتیجه نرسیده. همین قضیه باعث شد که اون رکودی که در بازار ارز بود و سقوط آزادی که در بازار ارز 2-3 مرتبه ما تجربه کردیم، این متوقف شده. این به نظر من برای بازار سرمایه بسیار مثبت است و برای بازار سرمایه مبارک است. برای کل اقتصاد کشور هم بد نیست. البته افزایش قیمت ارز خوب نیست، یعنی اگر که بشه در همین سطوح ما ثبات رو در بازار ارز بتونیم حکم فرما کنیم، خیلی وضعیت خوبی خواهد شد هم برای اقتصاد هم برای بازار سرمایه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. خود من خیلی تلاش کردم که با ارزپاشی مبارزه کنم در این چند ماه. حتی این لفظ ارزپاشی، اصطلاح ارزپاشی رو بنده ارائه دادم به فضای اقتصادی کشور که بشود جلوی این نوع راندپاشی ها رو گرفت. امیدوارم که این اتفاق بیفته، یعنی امیدوارم که اگر دسترسی به منابع ارزی هم در آینده پیدا شد، قیمت ارز رو بیش از حد کاهش ندهند. به هر حال یک مقداری به نظر میرسه که فضای ناامیدی که در بازار سرمایه وجود داشت کاهش پیدا کرده، هرچند که هنوز به باور بنده بازار سرمایه بسیاری از شرکت ها هنوز گران هستند، یعنی بالای 50% شرکت ها، البته شرکت های کوچیک، شرکت هایی که تأثیر خیلی زیادی در شاخص ممکنه نداشته باشن، اینها هنوز خیلی هاشون گران هستند. اما وضعیت میره به سمت امیدواری. برداشت من این هست که ممکن است بازار سرمایه به یک شرایط باثباتی در نیمه دوم امسال برسه. بازم بستگی به این داره که دولت جدید چه سیاستهایی رو در پیش بگیره. درسته. آقای دکتر اگر بخوایم عدد بگیم هم برای دلار هم برای تورم تا پایان سال، شما چه عددی رو پیشنهاد میکنید؟ اصلا نمیتونم بگم. اگر مثل امروز به بازار سپرده بشه، چون میدونید که امروز الان واقعا بازاره که داره قیمت دلار رو در بازار آزاد تعیین میکنه. دولت میگه 4200 رو حرفش هم مونده، سالهای سال هم هست که در واقع در عصر یخبندان سپری میکند و یک بازاری هم داریم برای بخشی از صادرات و واردات تحت عنوان بازار نیما. اما واقعیت این هست که بازار آزاد واقعا به دست بازار سپرده شده و این اتفاقا آرزوی ما بوده. سالیان سال هست که این آرزو رو داشتیم. اگر هم به همین شرایط ادامه پیدا کنه، یعنی در اختیار بازار آزاد باشه، من فکر میکنم حتی کمتر از تورم دلار رشد کنه امسال. درسته. یعنی مثلا اگر ما یک تورم 30% داشته باشیم، برداشت بنده این هست که شاید نرخ ارز تا 25-27 تومان در این حدود تغییر بکنه، هم به نفع بازار سرمایه هست هم به نفع اقتصاد کشور هست، چون همکنون قیمت ارز بالای نرخ حقیقیش قرار داره. بنابراین لزومی نداره که بیش از حد ارز افزایش پیدا کنه. درسته. آقای دکتر ما امروز شاهد این بودیم که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد. فکر می‌کنید چه پیغامی برای بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و بازار بورس میتونه این تغییر داشته باشه؟ بله، البته ببینید یک مسئله رو که من چند بار اشاره کردم، ببینید کسی که مسئولیت رو میپذیره باید از بهره هوشی برخوردار باشه. بله. نه فقط باید از IQ بالا برخوردار باشه، بلکه باید از EQ بالا برخوردار باشه. هوش هیجانی، هوش عاطفی، هوش سیاسی. آقای دکتر همتی در این زمینه ها سرامت هست، یعنی در این مدت هم ما دیدیم که چگونه در اظهار نظرهایی که میکردن، در مواضعی که میگرفتن در این زمینه، یعنی به نفع ایشون شده که از اون در واقع از این تایتانیک
دولت مستقری که تا 2 ماه دیگه هم بیشتر مستقر نیست داره خارج میشه. این دولت دولتی بوده که 8 سال سیاست های نادرست در پیش گرفته. ما فقط به یکیش در همین جا اشاره کردیم، اونم ارز 4200 بود. تا لحظه آخر این سیاست نابخردانه متاسفانه داره ادامه پیدا میکنه و من فقط میتونم تبریک بگم به آقای همتی، آقای دکتر همتی، درسته. به خاطر این قضیه که اتفاق افتاده. هیچ برداشته به نظر من هیچ تأثیری در بازارها نخواهد گذاشت این انتصابات. درسته آقای دکتر، البته این هوشمندی رو میتونستن زودتر به خرج بدن، زودتر پیاده بشن و به هر حال زیر بار ارز 4200 دقیقاً نرن دیگه. البته خب این موضوع هم هستش که باید بهش توجه کنیم و اشاره کنیم. درسته. حالا فکر می‌کنید؟ بله همینطور. البته بله. خب ایشون خیلی از ایشون خواسته بودن که استعفا بدن. خیلی ها گفته بودن اگر شما واقعاً مثلا مخالف کسری بودجه مثلا از محل پای پولی هستی زودتر استعفا بدید. درسته. به هر حال آقای دکتر بازم این هوشمندی است، یعنی گذاشتن که صحبتاشون به گوش همه برسه. درسته. یعنی در فصل انتخابات در انتخابات شرکت کردن و حالا دارن از دولت جدا میشن. به هر حال آقای دکتر، یکی از قضاوتایی که تاریخ میکنه امضای آدمی هستش که این ارز 4200 و ارز فلان و اینا اومده. این قضاوت رو میسپاریم به تاریخ. فکر میکنید رئیس کل بانک مرکزی، رئیس جدیدش، باید چه اقدامایی رو انجام بده که بتونه آرامش رو گسترش بده در اقتصادمون؟ ببینید یک سری سیاست های سعی شد پیاده بشه، سیاست هایی که خود من سالها دنبال کردم، مثل عملیات بازار باز، مثل تأمین کسری بودجه از محل اوراق. همه اینها تا حدی در واقع ناقص اجرا شد یا حتی معکوس اجرا شد. یعنی به طور مشخص در مورد عملیات بازار باز معکوس اجرا شد. منتها اتفاقی که میتونه بیفته در ماه‌های آینده با توجه به اینکه به دلیل شرایط سیاسی ممکنه یک مقداری رکود اندکی داشته باشیم، این رکود به نفع اقتصاده، چون که در واقع فضا داره میره به سمت یک فضای آرام. از طوفان‌های سال‌های 98 و 99 داریم جدا میشیم. درسته. این خیلی مثبته. من توصیه‌ام، شما میدونید که من از معدود اقتصاددانانی بودم همواره تأکید کردم که در شرایط تورمی باید نرخ بهره افزایش پیدا می‌کرد. الان عکس این رو خدمت شما عرض می‌کنم. معمولاً ببینید 6 ماه قبل از اینکه یک واقعه اتفاق بیفته شما باید پیش‌بینی کنید و سیاست در واقع هدفگیری نرخ بهره‌تون رو تنظیم کنید. الان بنده فکر می‌کنم که ممکنه که تورم انتظاری به شدت کاهش پیدا کنه. به محض اینکه تورم انتظاری کاهش پیدا کنه نرخ بهره‌تون رو کاهش بدید. درسته. البته آقای همتی در همین روزهای آخر هم یکی از توصیه‌های بنده رو عنوان کردن، جایی که من توصیه کرده بودم که اگر خواستید نرخ بهره رو هم کاهش بدید، اول نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت رو حذف کنید و بعد برید به سمت نرخ سود سپرده‌های بلند مدت. یک مقداری احساس می‌کنم پس از 50 سال حدوداً یک مقداری داریم به پختگی میرسیم انشاءالله. یعنی این صحبت‌های کارشناسان داره شنیده میشه، داره تأثیر میذاره. اگر این اتفاق بیفته خیلی مبارک خواهد بود برای بازار. خواهید دید اگر این توصیه‌هایی که در واقع توصیه‌های علم اقتصاد مدرن هست عمل بشه، بله، در سال آینده تورم ما کاهش پیدا خواهد کرد، بازار بورس ما هم رشد خواهد کرد انشاءالله. آقای دکتر، به عنوان پرسش پایانی در حد 1 دقیقه، توصیه بورسیتون به رئیس جدید بانک مرکزی چیه؟ ببینید، رئیس بانک مرکزی نباید دغدغه بورس داشته باشه. نمیتونم توصیه بورسی به رئیس جدید بانک مرکزی داشته باشم. همین که اقتصاد به ثبات برسه، شما خیالتون راحت باشه. درسته. فعالان بازار سرمایه باید خیالشون راحت باشه. به محض اینکه شرایط اقتصاد آزاد بشه، راحت بشه، به محض اینکه مجوزها حل بشه، انحصارات حل بشه، شرایط اقتصاد کلان به ثبات برسه، سیاست گذاری پولی اصلاح بشه، شما میبینید که بازار سرمایه ایران پرواز خواهد کرد به یک دلیل مشخص: پنجره جمعیتی. یعنی ما میتونیم نرخ‌های رشد بالا داشته باشیم، بازار سرمایه هم هوشیار این رو درک خواهد کرد. درسته. و اینکه حالا امیدواریم هر اظهار نظری میکنن قابل پیش بینی و تحقق باشه اظهار نظرشون، و اینکه یه مقدارم هماهنگ باشه، صندلی رئیس کل بانک مرکزی در جلسات کنار رئیس سازمان خودسازی باشه، هر حرفی هر کدوم قرار بزنن یه جوری بزنن که دوچار تلاطم نکنه بازارهای هم دیگه. آقای دکتر، خیلی ممنون که در گفتگوی ما شرکت کردیم. براتون روزگار آرومون و خوشی رو آرزو دارم. متشکرم، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار داد. ممنون. خدا نگهدار. Thank you.